اما بحث امشب ما غیر از مسائل تکنیکی یه بحث حقوقی هم داره. اشاره کردم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد شنود مکالمات شهروندان خیلی سختگیری کرده. با این حال می‌بینیم که وزیر اطلاعات ایران صراحتاً از تسلط بر ایمیل شهروندان میگه. آیا این هم قانونیه؟ ساعتی پیش دکتر محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری به سوال من پاسخ داد. ببینیم نظر این حقوقدان در مورد کنترل ایمیل شهروندان توسط دستگاه امنیتی ایران چیه؟ عرض کنم خدمتتون که اگر ما توجهی به اصل 25 قانون اساسی بکنیم، فاش کردن، تجسس، مکاتبات مردم رو قانونگذار قانون اساسی جرم شناخته و اونو ممنوع کرده و قانون مجازات اسلامی بر کسی که این کار رو انجام بده مجازات تعیین کرده، مگر به حکم مقام صالحه قضایی که اون هم حالا شروطی داره بر خودش. حالا اگر کسی بخواهد به اینها با توجه به جرمی که انجام شده دسترسی پیدا بکنه و پیگیری بکنه قضیه رو، حتما باید از مقام صالحه قضایی مجوز بگیره. اون هم باید مقام صالحه قضایی بگوید این ایمیل خاص رو مورد تفتیش قرار بدید، مورد بررسی قرار بدید و نتیجه رو گزارش بکنید. به طور عام نمیشه حکم صادر کرد. در این شکی نیست که هر کشوری برای امنیت خودش یه سری قوانینی داره که به مسئولان امنیتی اون کشور اجازه میده در موارد خاص مکالمات متهمان رو بررسی کنه. در قانون اساسی فعلی ایران هم اشاره شده که در صورت نیاز به شنود با مجوز قانونی این کار امکان پذیر باشه. از آقای سیف‌زاده حقوقدان در تهران پرسیدم که با وجود این اختیاری که برای شنود موارد خاص در قانون اساسی تعریف شده، چرا دستگاه امنیتی از این ظرفیت استفاده نمی‌کنه و اقدام غیرقانونی داره انجام میده؟ من به ذکر یک خاطره از خودم میپردازم که در زمانی که دادستان بودم، ریاست شهربانی نامه نوشته بود و اجازه میخواست که حکم یک ماهه به ایشون بدیم. من خیلی تعجب کردم از این قضیه که حکم یک ماهه دیگر چیست، با توجه به اینکه به قانون چنین اجازه ای رو صادر نکرده. که من این کار رو نکردم. وقتی تماس تلفنی با من گرفت، میگفت اگر چنین کاری رو بخواهند بکنن سنگ روی سنگ نمیشه. من گفتم خب مگر باید اجازه داد که به حقوق مردم تجاوز بشود که سنگ روی سنگ بند نمیشه؟ بنابراین مجوز ندادم. گفتم مورد مورد به من گزارش بکنن و من میگویم که این کار را انجام بدهم یا ندهند. میدانید که الان سالهاست، به خصوص از زمان دادستان سابق، احکام کلی برای دستگیری مردم، برای ورود به منزل مردم صادر میکنن که هیچ کدام از اینها منطبق با موازین قانونی نیست. اما آخرین سوال من از آقای سیف‌زاده در مورد پیگیری تخلفات ماموران حکومت در مورد شنود غیرقانونی. مثلا شنود مکالمات شهروندان از اون چیزایی که شهروند شاید هیچ وقت متوجه نشه که مثلا مخاطباتش کنترل می‌شده. اما این وسط اگه کسی فهمید، چطور میتونه از اقدامات غیرقانونی ماموران امنیتی در شنود مکالماتش جلوگیری کنه؟ پاسخ محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران. هر گونه تفتیش مکالمات مردم، تلگراف ها، تلفن های مردم رو اصولا ممنوع کرده و گفته که حالا اگر کسی مرتکب این کار شد، طبق قانون قابل مجازات هست. که در قانون مجازات اسلامی برای چنین کاری مجازات تعیین کردند. اگر برخلاف قانون این مکاتبات مردم، ایمیل های مردم مورد بررسی قرار گرفته باشد، می توانند به سرای کارکنان دولت اعلام جرم بکنند. خب دیدید، دو دیدگاه متفاوت از دو کارشناس دو حوزه جدا، یعنی یک کارشناس اینترنت و یک حقوقدان رو داشتیم. امیدوارم که این اظهار نظرها به درک و اطلاعات شما کمک کرده باشه در مورد شنود یا استراق سم در از طریق ایمیل و اینها.